شما خدا نگهدار. با درود به شما و این خاطره بسیار زیبایی که گفتین از اون دختری که با به خاطر 50 تومن دستگیر شد و به یادآوری بسیار به جای غلامرضا خسروی، امروز تک تک همیاران سیمای آزادی تکثیر شده های غلامرضا خسروی هستند. دشمن یک غلامرضا خسروی رو از ما گرفت و خلق قهرمان ایران هزاران هزار غلامرضای خسروی رو به این مقاومت و به این سازمان و به این سیمای آزادی داده. با تشکر از خواهرمون معصومه. بله، اجازه بدید قبل از اینکه تماس بعدی رو وصل بکنم که از اگر اشتباه نکنم از کانادا هست، یک پیام بخونم از طرف پیام رسول از کانادا. نوشتن: با سلام و با درود بر شهیدان قهرمان در سرتاسر ایران که با نثار خونهای پاکشان نهال آزادی را آبیاری نمودند. سیمای آزادی با برنامه‌های متنوعش روشنی بخش نور امید در دلهای انقلابیونی بوده است که بر خیل دشمنان ایران میتازند و میرزمند و قدم به قدم این رژیم خونخوار را به ورطه سقوط و سرنگونی کشاندند. من با درود به جوانان شورشی دلیرمان، کمک مالی خودم را به مبلغ 200,000 دلار تقدیم سیمای آزادی میکنم. پیش به سوی آزادی ایران، رسول از کانادا. با درود به رسول عزیز در کانادا، از کانادا با تشکر از این همیاری بسیار بسیار ارزشمند. واقعیت این هست که این کمک ها و این حمایت ها هست که استقلال و آزادی عمل جنبش ما رو، مقاومت ما رو تضمین میکنه. من یک نکته رو هم بگم، چون من برخی از این خواهران و برادرانی که میان و کمک میکنن رو از نزدیک میشناسم، با زندگیشون آشنا هستم، با کار و شغلشون آشنا هستم. یک حقیقت رو باید به اصطلاح اذعان کرد، مثل همین برادرمون رسول، که اینا پول پارو نمی کنن. اینها با زحمت، با تلاش، با جون کندن، امیدوارم کلمه ازش برداشته بدی نشه، پول با سخت کوشی، با سخت بسیار کوشی پول تهیه می کنن، کار می کنن تا این سازمان رو تأمین کنن. این یک ارزش بسیار والاست، این روحیه، این منطق، این نحوه زندگی که چیزی رو برای خودش نخواد و همه چیز رو برای خلقش و مردمش بخواد. این اون روحیه مجاهدت هست، اون به سنگ بنای مجاهدی هست که امثال رسول و الان حسن، اینهایی که خیلی فکر میکنم این قاعده عمومیه، من هیچ سوء تفاهمی ندارم، کسی که خیلی پول داشته باشه از مجاهدین حمایت نمیکنه، کسی که پول وافر داره خب دنبال چیزای دیگه است. اونهایی از مجاهدین حمایت میکنن که درد مردم دارن، رنج مردم دارن، پول رو به زحمت به دست میارن. یکی از دوستانمون دیشب، فکر کنم دیشب بود، اینجا داشت میگفت، این روزا رو قاطی کردم، میگفت من از 3 صبح از خونه میرم بیرون، 9 شب برمیگردم، بله. و تمام به اصطلاح شبانه روز، خب و این پول رو به سازمان میدم، به اینجا الان به همیاری یا برای بقیه ارگان‌های سازمان. استقلال مالی سازمان مجاهدین بارها گفتیم، ولی باور کنید که برای خود من که در طول 30-40 سال گذشته در همه سوابق این موضوع بودم، واقعا امر شگفت انگیزی است که زیر این همه فشارها، زیر این همه مشکلات، با این همه محاصره ها، با این همه لیست گذاری ها، این مردم بودن، این هموطنانمون بودن که ما رو تامین کردن. 17 شهر رو من هیچ یادم نمیره، این رسول و امثال رسول بودن. روز 17 شهر که این کودتای ننگین استعماری ارتجایی در اینجا، وقتی همه ما رو گرفتن، همه اوور رو تخلیه کردن، درش هم محروموم کردن، ما در نقطه صفر بودیم.
نه پولی داشتیم، نه امکاناتی داشتیم، نه کامپیوتر داشتیم. همه چیز رو واقعا عین قوم مغول همه چیز رو برده بودن. در نقطه صفر مطلق. اون شبی که من آزاد شدم بعد 4-5 روز ما از اولین کسایی بودیم که آزاد شدیم، دو دسته بودیم، ما رو زودتر آزاد کردن، خبریم و تعداد دیگه رو نگه داشتن. واقعا برام شگفت انگیز بود که همین اعضای این مقاومت در سراسر دنیا آنچنان دم در اوبر جمع شده بودند و آنچنان به اصطلاح همیاری کردند که اصلا ما نفهمیدیم این به اصطلاح گرد نداری و چیز اصلا به ما اثر نکرد، چون این ملت جوانانی مثل همین رسول با تمام قوا از ما حمایت کردند، خدمت کردند و در راه آرمانشون، در راه سازمانشون. به هر حال با تشکر از رسول عزیز که امیدوارم که حضوری ازش تشکر کنم و قدردانی کنم که این کمک شایسته رو به سیمای آزادی، به صدای مردم ایران و به صدای قیام ایران کرده. با تشکر. بله، ما هم تشکر میکنیم از رسول عزیز به خاطر کمک ارزندش. آرزوی موفقیت و پیروزی هرچه بیشتر داریم. کامران و سپیده رو همراه خودمون داریم. سلام میکنم به شما، خیلی خیلی خوش آمدید. الو، صدا رو من میاد؟ بفرمایید. سلام بر شما. بله، سلام به شما آقای رفیعی و مهمان عزیز برنامه، برادربهنام عزیز. سلام از ماست. خیلی ممنون. سلام دارم خدمت برادر مسعود و خواهر مریم، رهبران پاکباز مقاومت مردم ایران و اشرفیان عزیز در همه جای دنیا. گرامی باد یاد و راه برادر بزرگوار مجاهدمان صمد ساجدیان. سلام و درود میفرستم به خلق قهرمان ایران و کانونهای شورشی شجاع و خانواده های عزیز شهدا و مجروحین و زندانی های سیاسی و دستگیر شدگان قیام آبان که تحت اسارت و شکنجه توسط دشقیمان هستند. لعنت بر این رژیم خونخوار و آدمکش که حتی به زنان باردار و کودکان هم رحم نمی کند و در شقاوت و بیرحمی و رذالت و دناعت حد و مرز نمی شناسد. و همچنین تشکر میکنم از زحمات شما دستندرکاران عزیز سیمای آزادی که با تلاش شبانه روزیشون اخبار صحیح و واقعی رو به آگاهی همگان میرسونید و بار سنگین به تصویر کشیدن خط و مشی درست مبارزه و براندازی و سرنگونی و دفاع از آزادی و حقوق انسانی رو به دوش میکشید. من در اینجا فقط میخواستم اشاره بکنم به جمله از اشراف شهیدان که سالها قبل در سیمای آزادی شنیدم و تاثیر زیادی روی من گذاشت که گفته بودند جهان خبردار نشد که بر ملت ما در این چند ماه چه گذشت. به نظر من این حرف بار مسئولیت بزرگی به دوش شنونده میذاره و اون اینه که حالا که به یمن پیشرفت تکنولوژی امکانش فراهم شده که جنایت‌های این رژیم رو به گوش جهان برسونیم، کوتاهی نکنیم و از هر طریق ممکن فضای مجازی به افشای جنایت‌ها و شقاوت‌های این رژیم جنایتکار بپردازیم و علاوه بر شرکت در همیاری و سایر فعالیت‌های سیاسی کمک‌کار سیمای آزادی و مقاومت در این زمینه هم باشیم و دینمون رو به شهیدان و زندانیان سیاسی قهرمان و خانواده‌های آنها تا حدی ادا کنیم. در آخر می‌خوام کمک مالی 3 نفر از دوستان رو که به رغم مشکلات مالی می‌خواستن در این همیاری شرکت کنن و در واقع بار اولشون هم هست رو اعلام کنم. نیلوفر $50، حمید $50، یک دوست افغانی عزیز که همیشه میگه وجود رژیم آخوندی درد مشترک همه ماست $50 که در مجموع میشه $150. ممنون از وقتی که در اختیار من گذاشتیم و گوشی رو میدم به همسرم کامران که کمک‌های ما رو اعلام. با تشکر. درود. با سلام و خسته نباشید و تبریک برای 24مین گلریزان همیاری و با سلام به خواهران و برادران عزیزم در اشرف 3 و عرض تسلیت به مناسبت درگذشت برادر بسیار گرامی و دوست داشتنی برادر مجاهد صمد ساجدیان. در واقع من قصد نداشتم روی خط بیام و کمک‌های جمع‌آوری شده رو و مال خودمون رو اعلام کنم. دوست داشتم بینام و نشام کمک انجام بشه، ولی از اونجایی که این همیاری یک رژه سیاسی در مقابل رژیم پلید خامنه‌ایه، گفتم منم روی خط بیام و ضمن حمایت از کانون‌های قهرمان شورشی و قیام آفرینان در داخل کشور و لعن و نفرین به رژیم پلید آخوندی
حمایت خودم و سپیده و کمک های جمع‌آوری شده را اعلام کنم. من سپیده مبلغ 30,000 دلار و دو هموطن آزاده از آمریکا هر کدوم مبلغ 500 دلار دیگر هم که امشب داره کاراش انجام میده که مبلغش اعلام بکنه که بعدا اعلام میکنم. جمعاً تا به حال 1,100 دلار. البته من شرمندم که بیشتر نمیتونم کمک کنم و کاش توان مالی بیشتری داشتم که بتونم بیشتر کمک کنم. از طرفی دلم نمیاد در این فرصت از یادی از زنده یاد خواهر مجاهد خدیجه محمدی بکنم که همیشه تو گلریزان همیاری به طور خستگی ناپذیر برای جمع‌آوری کمک ها تماس میگرفتن و تلاش میکردن. روحشون شاد و یادش گرامی بود. از طرفی باز از این فرصت میخوام استفاده کنم به خامنه‌ای ملعون پیامی بدم. خامنه‌ای پلید، ای معاویه یزید زمان، اگه دیگر دیکتاتورها با کشتن و اسیر کردن و شکنجه کردن جان سالم به در بردن، تو هم میبری. زمان زیادی از حکومت تو باقی نمونده و به زودی زیر ضربات کانونهای قهرمان شورشی و مردم پاخواسته نیست و نابود میشی و از تو برای همیشه یک چهره منفور در تاریخ ایران باقی میمونه. حالا هر کاری از دستت در میاد بکن تا آخر عاقبت حکومت ظالمانت رو ببینی. مرگ بر اصل ولایت فقیه، زنده باد ارتش آزادی و کانونهای افتخار آفرین شورشی. ما هم یه شورشی هستیم. زنده باد آزادی. درود بر رجوی. خیلی خوشحالم که این شانس رو داشتم که تو این همیاری شرکت داشته باشم. خدا نگهدار همه شما عزیزان. قربان شما. قربان شما. درود بر کامران و خواهرمون سپیده. کامران و سپیده شورشی، لقب بسیار خوبی به خودت دادی. احسنت. همه شما، همه همیاران، همه هواداران، همه ایرانیان آزاده و شریف در این موقعیت همه باید یک شورشی باشن، همونطوری که تو گفتی همه باید کانون شورشی باشن و پشتیبان کانون شورشی. درود بر شما و چه زیبا و چه بجا که یاد خواهرمون خدیجه رو گرامی داشتی. درود بر خدیجه که اون هم حتما ناظر هست بر ما و شاهد هست که هم رزمانش، دوستانش و کسانی که سالیان سال باشون کار میکرده امروز همون راه رو ادامه میدن، قدرتمندتر، قویتر، مصممتر، با عزم جزمتر، متناسب با دوران قیام، متناسب با دوران سرنگونی، متناسب با خیز سرنگونی که کانونهای شورشی برداشتن. شما شورشی کردین و باید بکنید متناسب با خیز سرنگونی که کانونهای شورشی برداشتن. درود بر کامران و خواهرمون سپیده. با تشکر از همیاریتون. منم تشکر میکنم از شما و چقدر به جا زنده کردین یاد خواهرمون خدیجه محمدی رو. من شاهد تلاش‌ها و فعالیت‌هاش بودم در همیاری‌های گذشته. به هر حال درود می‌فرستیم به این خواهرمون و تشکر از شما به خاطر کمکتون. تماس بعدی از آمریکا است. به احمد سلام می‌کنم. خواهش می‌کنم بفرمایید. با سلام به آقای رفیعی و برادر بهنام عزیز و درود به همه دست‌اندرکاران سیمای آزادی که صدای حق طلبانه مردم ایران، صدای بخون خفته شهدا، صدای زندانیان سیاسی و صدای پرخروش کانونهای شورشی می باشد. و با